بسیار تشکر از حفیظ جان، از گزارش خوبشان که بر ما شما تهیه کرد و نوش جانشان هم ماهی و جلبی. و قسمی که بر شما هم معلوم است، سال 1401 است، دومین روز سال است و معمولا تمام اشخاص موفق، نه تنها اشخاص موفق و اشخاص که هدفمند هستند، همگی دوست دارن که تغییر بکنن و همگی دوست دارن که یک تغییر مثبت در زندگی خود ایجاد شود. اگر زندگی با یک روال پیش بره، معمولا که هم بر هم ما زندگی خسته کن میشه و یکی از بودهای مهم زندگی همی است، یکی از روزهای خوشبختی همی است که ما روز به روز تغییر کرده بریم، روز به روز کارهای نو را انجام بدیم تا نه زندگی بر ما خسته کن شود و نه هم در وقتی که هستیم بریم و پیشرفت بکنیم. و امروز هم یکی از کتابهای بسیار خوب نزد ما است که عنوانش است چگونه باید تغییر کرد، که واقعا یک موضوع، یک مفهوم، یک جمله بسیار بزرگ است که نویسنده کتاب هم آقای محمد عمر کمال هستن، با ما در برنامه هستن و امروز کتاب خود افتتاح میکنند. در مورد کتابشان، در مورد مطالب کتابشان، در مورد از اینکه چرا این متن انتخاب کردن، بر ما شما معلومات خود دادن. آقای محمد عمر، خوش آمدن، صبحتان بخیر. سلام، صبح شما بخیر، صبح بیندگان عزیز شبکه جهانی آریانا بخیر. امیدوار هستم که یک سال بسیار خوب و سرشار از خوشبختی و سرشار از خوشبختی را آغاز کرده باشند و در ضمن بتانه ای سال برایشان دستاورت های فراوان بربغان بیارن. انشالله. بسیار تشکر. و شروع ای سال بر شما فکر میکنم بسیار پر دستاورد بوده، از کتاب که نوشته کردن معلوم دار است چگونه باید تغییر کرد. نخست در مورد عنوان از این کتاب بگو عمر جان، که چرا این عنوان به این کتاب انتخاب شده؟ تشکر بسیار جان. اتفاقا خب تغییر یک فرایند است که همه بهش نیازمند هستند. کسی که میگه من تغییر نمیکنم، در واقع او نمیتونه چیزای جدید را از دنیا یاد بگیره. دنیا همه روز در تغییر است، انسان تغییر میکنه، محیط تغییر میکنه و این تغییر چقدر زیبا میشه وقتی که در راستای مثبتش به اصطلاح بره. به خاطر کتاب خب چگونه باید تغییر کرد، اثر است که من در سال 1398 خورشیدی به اولین بار نگارش شروع کردم. خب وقت دیدگاه می بوده که خیلی از جوانان رو وقتی شما میبینین میخواین تغییر بکنن ولی نمیدونن از کجا شروع کنن. شاید شما هم در زندگی، ما هم در زندگی، همه ما به یک مقطعی، به یک جایی رسیدیم که خب خواستیم که تغییر بکنیم. مثلا گفتیم خب این زندگی دیگه یک نواخت شد، خوشم نمیاد، یا کار خود از دست دادیم، یا یک مشکل، به یک مشکل مواجه شدیم، یا پیش خود حس کردیم که می راهی را که من تا فعلا میرم این را درست نیست و باید خیلی بهتر از این کار بکنم. از دستاورت ها بعضا کسایی هستن که راضی نمی باشن، رضایت نمی داشته باشن. خب میگه من کارهایی را که میکنم میتونم از این که بیشتر کار بکنم. در این تو شرایط یک رهنمود کار است که انسان کمک کنم که خب اگر تغییر ما میگیم از کجا تغییر بکنیم، چی رقم تغییر بکنیم. این کتاب بزرگترین ویژگی شمی است که یک رهنمود است، شما نشان میده خب اگر میخواین تغییر کنین از کجا شروع بکنین. به همین خاطر در وقت اکثر جوان ها، اکثر دوست ها و یه خود که من میدیدم خب اونا علاقمند تغییر بودن و من گفتم خب بیا اگر چیزی با میشه که اگر می کتاب خود طبعا نگارش میشه همین نامش چگونه باید تغییر کرد باشه که انسان بتونه در اولین به اصلاح عنوان کتاب میخونه بفهمه که خب محتوایش چی است و علاقه من شوه که بخونم. اکثرا با وجودی که خب طبعا هیچگاه کتاب باید از روی نامش، از روی پوشش قضاوت نشه، ولی اکثرا وقتی که پوش کتاب و مخصوصا نام کتاب زیبا باشه، بیننده، خواننده علاقمند میشه که به نوعی کتاب بخونه و فرا بگیره. دیگه در کل چگونه باید تغییر کرد کمک میکنه و یک راهنمایی میکنه به هر کسی که آماده تغییر باشه و تغییر بخواهد. واقعا خب عمر جان، قبل از اینکه برم بالای جمله پایینی که واقعا یک جمله انگیزشی بسیار بزرگ است، در مورد ازی بر ما معلومات بودی، ایره برای بگو که خودت گفتی از سال 1398 نگارش کتاب خودت آغاز کردی. نظام که تغییر کرد، ذهن کل جوانا از اهدافشان برداشته شد، کلگی به عقب رفتن. چطور خودت بعد از 6 ماه یا بیشتر از 7 ماه میشه که نظام تغییر کرده، چطور هدف خودت تغییر کرد و ادامه دادی به نگارش کتاب که امروز افتتاحش هم کردی؟ این انگیزه از کجا شد؟ یک جمله که در داخل کتابم گفته می است که خدمت وقتی به بهترین شکل ممکن ارائه میشه که از روی وابستگی، اجبار و به نوع ضرورت و نیازمندی نباشه. وقت انسان میخواد خدمت بکنه، اگر در او خدمت، یعنی انسان نیازمند کاری که میکنه به کس دیگه نباشه،
انسان تحت مجبوریت به یک کاری که به کس دیگه میکنن نباشه و انسان وابسته یک کس دیگه نباشه که به خاطر از او این کار بکنه، او وقت بهترین نوع خدمت شما میبینین. حالا هر کسی که کار انجام بده به ارتباط از این ببینین، من وقتی که اولین بار نگارش کتاب شروع کردم، من خودم هم به نوع خب نتونستم به خود در ابتدا نتونستم که در وقتی که میخواستم در جریان نهایتا هدف ما تا سال 1399 بود نتونستم با کیره به نوع چاپ بکنم. و در اون وقت من گفتم که ما وقتی که کتاب میخوانین شما فکر کنین مام که شما تغییر میکنم، من نه انسان کامل هستم، نه انسان آری از اشتباهی هستم و نه من کسی هستم که بگویم خب من دیگه جامل کمالات هستم بیم به دیگران توصیه کنم. نه، این کتاب مجموعی از دیدگاه خودم است و یک دیدگاه های شماره از موفق ترین مربیان انگیزشی و شماره از به اصطلاح بهترین روانشناس است. خب اگر شما به نوع میبینین در جملهش یا در به اصطلاح متنش و یا در عنوانش که میتونه شما را کمک به تغییر بکنه، این کار انجام بدین. با تغییر نظام ببینین، ما کل ما آرزوهای داشتیم، آرزوهای هم داریم. وقتی که یک آرزو را میگیم همیشه به این باورمند باشیم که به آرزو میرسیم. حتما. و حتما میرسیم به شرطی که او را باور بکنیم. تا که خود ما یک آرزویی که داریم او را باور نکنیم، چگونه توقع داریم که یک نفر سومی را بیای باور بکنه؟ با تغییر از این ببینین، هر جوانی که در افغانستان حالا زندگی میکنه یا هر جوانی که بنابر هر دلیل از افغانستان بیرون شده، دردهایی دارن، مشکلات دارن، سختیهایی دارن. با تغییر نظامی زیاد هم شده، چون ما در همچه شرایط کلان نشده بودیم، ما در همچه شرایط زندگی نکرده بودیم، بر ما یک چیز نو است، بر ما یک چیز تازه است. و وقتی که این مورد دیدم، خب ما گفتم نه، این کتاب باید نشر شود. به خاطر باید نشر شود که شاید خیلی از جوانا حالا نیازش زیاد باشه. حتی همین دیروز که ما با دوستا دیروز یک چند روز قبل که گفتم خب این کتاب یک پروموشنک بسیار خرد برش تهیه کرده بودیم که بخیر به زودی به بازار می، خیلی علاقمند بودن و مخصوصا در جمع از اینا کسایی بودن که خارج از کشور زندگی میکردن. هر کدامشان از دوستا یا پیام میکردن خب ما چه رقمی کتاب دسترسی پیدا بکنیم، کال دیگ محیط نو اومدیم، دشواری های مهاجرت هم از کتی ما و دیگ جایی است که ما میخوایم تطابق بتیم، خود چگونه باید تغییر بکنیم. بنان ما اونمو انگیزه را نزد خود نگاه کردم و ما مطمئن هستم ببینین انگیزه های بزرگ، رویه های بزرگتون صحیح است. رویا همیشه با چالش مواجه میشه. بله. مثلا شاید شما فکر میکردین که یک 8 ماه قبل از امروز با سادگی به رویه هایی که بر اهدافی که بر خود تعیین کرده بودین میتونستین برسین، ولی شاید حال فکر میکنین که به مو اهداف تنگتر شده محیط یا شاید رسیدگی نتونین. ولی باید داشته باشین که اگر از مرحله اول که شما یک رویا را فکر کردین از او گذشتین و از مرحله دومی که چالشی که در قبال رویایتون می از او هم گذشتین، مرحله سوم موفقیت است و شما به او میرسین. دقیقاً. بنان ما میگم که هر چالش در زندگی همون رقمی که میگن یک فرصت کتی خود داره. بله. یک فرصت داره. شما مثلا اگر یک فرد، ما گفتم وقتی که تغییر نوامد یک مقدار زمان به خودم پیدا شد که خب بیای مال خیر سروی نگارش از این کتاب ما تمرکز کنم و ایره و پایان برسم و گفتم همون رقمی که دیگرها با خواندن کتاب تغییر میکنه ما هم تغییر میکنیم و این تغییر یک روند دوامدار است. دقیقاً. از حرفایتان ایره درک کردم که باید جرأت مقابله با ترس و جرأت قدم برداشتن در دنیای رویایی ما داشته باشیم. حالا میایم به سری متن. ما اتفاق کوچکی از یک سرنوشت بزرگ هستیم. در مورد از این میشه معلومات بدی محمد عمر جان که چرا در شروع کتابت این جمله را انتخاب کردی؟ اتفاقا یک چیز جالب بگیم، اکثر خب این جمله یک جمله عادی است، من هم این بسیار یک جمله خوب است، یکی از جملات خودم گفتیم. وقتی که شما اکثر جملات خوب، اکثر شعرهای بسیار قوی در وقت می یک آدم مصروف یک کار می باشه، پاسخ انسان، ریاکشن انسان یا واکنش انسان نسبت به یک شرایط دفعه یک جمله را به وجود میاره. ما می یک روز کتیم یک از دوستا صحبت می کردم، دیگه زیاد از زندگی ناراحت بود و گفت حالای تغییر ما آمده چطور میشه، چه خواد کردیم، در اینجا زندگی میشه نمیشه، جای دیگه بریم چی کنیم. ما خدایی از دانم همین جمله برآمد، گفت ما اتفاق کوچک از یک سرنوشت بزرگ هستیم و به این باور داشته باشیم. هدف این کتابم با این جمله آغاز میشه و حرف آخرش هم با این جمله، سخن آخرش با این جمله به پایان میرسه. وقتی ما میگیم ما یک اتفاق کوچک هستیم، ببینین عمر خیام یک شعر بسیار مقبول داره، میگه بس که نباشیم و جهان خواهد بود، نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود، زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلال، زین پس چو نباشیم همان خواهد بود. دنیا بالا یک فرد استوار نیست. ما قبل از ما فکر کنین 100 سال قبل هیچ کدام ما شما که در اینجا هستیم، شاید اکثریت کسایی که در افغانستان هست نبودن زنده، ولی جهان ادامه داشت، برنامه های ادامه داشت، پروژه های ادامه داشت و جهان یک نواخ پیش می رفت.
حالم کس به مو شکل است. ما که اگر نباشیم امروز عمر خیام هدف شمی است که خب بی جهان به می رقم ادامه پیدا میکنه. یعنی ما یک اتفاق بسیار کوچک هستیم. بخوایم نخوایم کل ما یک اتفاق هستیم، یک بار زندگی فرصت بر ما داده میشه. ولی وقتی که میگیم از سرنوشت بزرگ، از یک سرنوشت بزرگ هستیم، میره باید داشته باشین که هر اتفاق کوچک با خود یک سرنوشت بزرگ داره. وقتی میگیم سرنوشت بزرگ، اگه شما امروز کار کردین، فرض مثال این اثر رو من چاپ کردم، در کنار از کتابای دیگه رو چاپ کردم، ماند یک روز، نه یک روز، یک کس از این کتاب تغییر میکنه و ما شاید کمک کرده باشیم که از این طریق سرنوشت یک کس دیگه را تغییر بدم، یا یک کس دیگه بعد از او الهام که از این میگیره یک کار دیگه را بکنه. اینجاست که انسان سرنوشت بزرگ داره. شما چرا مولانا جلال الدین محمد بلخی را به خاطر دارین؟ شما چرا توماس ادیسون را به خاطر دارین؟ شما چرا اینشتین را به خاطر دارین؟ به خاطر که اگر اونا مثل انسانهای دیگه می بودن، خب یک اتفاق بود، بالاخره تمام شد، کسی به خاطرشان نمیمون. به خاطر که اونها یک کار را کردن، یک خدمت را به جامعه کردن که تا امروز مردم علاقمند است و تا امروز مردم میخواین و در واقع سرنوشت خودشان هم بزرگ شد و از کسایی هم که رایشان دنبال دارد. دقیقاً. خب عمر جان، در مورد ویژگی های کتابت بر ما بگو که کتابی که خودت نوشتی از نگاه یک نویسنده، از نگاه خودت به نظر چی ویژگی هایی داره نسبت به کتاب های دیگه و پیامت هم می داشته باشیم بر جوانان. درست. اتفاقاً هر کتاب یک ویژگی خاص خود داره. من هیچ گاه نمیم که یکی از بهترین کتاب هاست، یک کتاب است که امر رقم که پیشتر گفتم شاید یک کتاب بسیار معمولی و عادی باشه، ولی می که بتونه تغییر در زندگی یک نفرم بیارم به من کفایت میکنه. این کتاب در واقع حاوی 31 نوان است. وقتی ما از تغییر صحبت میکنیم به این معنا نیست که سراسر خود تغییر بدیم. مثلا یک فرد مسئولیت پذیر شاید باشه، شاید یک شغل خوب داشته باشه و بتونه او را خوب مدیریت کنه، ولی شاید زمان خود مدیریت کرده نتونه. یعنی این نفر دو تغییر مثبت از قبل داره، ولی فقط در یک جای مشکل داره. شما وقتی کتاب میخوانین، عناوین را سراغش برین زیادتر که شما فکر میکنین در موجه مشکل دارین. یعنی حتمی نیست که شما از صفحه اول شروع بکنین و امید رقم پیش رفته برین. از هر جایی که خواسته باشیم شروع بکنین. فرض مثال یک کس هست در گذشته خود مانده، امیال شاید بسیار خوبی ها را داشته باشه، آدم با صبر باشه، آدم با حوصله باشه، آدم راستگو باشه، ولی یک مشکل که داشته باشه همیشه در گذشته خود مانده باشه، قید نموجه و فکر کنه که اونمو گذشته سیایی بر آینده من داخته، بر حال من داخته و تغییر نمیکنه. بنان یه آدم میتونه بره مستقیم سراغ ای که چگونه گذشته را پشت سر بگذارانیم و مطمئنا راهنمایی که هست، من رقم پیشتر گفتم، خب شاید طبعا یک قسمتش دیدگاه خودم است، ولی قسمت دیگیش هم دیدگاه بزرگترین نویسندگان بخش روانشناسی است و بزرگترین مربیان انگیزشی است که ما در آخرام یک فهرست از منابع را در این کتاب ذکر کردیم که اگر کسایی که علاقمند باشند که بیشتر و بیشتر بدانند، میتونند که به اون منابع مراجعه بکنند. بنان و یک چیز دیگه هم که اگر شما هر قبل از هر عنوان کتاب برین، یک جمله انگیزشی است که خودم گفتیم نشته کردین دهیش، قبلا هم متوجه او جمله انگیزشی شدم. دقیقا. دلیلش این است که شما وقتی که خب از یک عنوان یا از یک مطلب شما بهترین متنش وقتی بیرون میکشین میارین، علاقمند میشه مردم. جملات انگیزشی یعنی به این معنا که انسان انگیزه میده و هر انسان در هر موقفی که باشه به یک انگیزه نیاز داره. یک نفر، ما بسیار کوتاه میخوایم بگویم که وقت برنامه تانم پوره نباشه، ببینین انگیزه کتاب ما از کجا پیدا کردم. نوشتن اصلیشه ما در سال 2013 وقتی که در دانشگاه کابل درس میخواندم، اوجا بعض از خب من هر چیز با خود نشته میکردم، یک کتاب چه داشتم، متاسفانه امروز رو آورده نتونستم، انشالله در یک نوبت بعدی حتما او رو خاطر آوردم. و هر موضوعی که چهار حرف داشت رو من نشته میکردم، به گونه مثال بخشش، هرگز، خنده، گریه، با می موارد نشته میکردم. و وقتی که یه باز دوستای میگفت بیا تو کم کتاب تام کتاب چی تا بخونیم که چی دیش نشته کردیم، اونا میخواندن، اونا تغییر میکردن، نخشان میمد، باز با من میگفتن خیلی یک دو سه روز پیش ما باشه. از اونجا من دیدم که خب اگر وقتی یک چیز در ذهنتان است، ایره به یاد داشته باشین، کمک به روی ورق حداقل به یک نفر کمک میکنه. یک چیزی که در ذهنتان است و به خودتان کمک میکنه، ولی یک چیزی وقتی شما می نویسین و میتونه به هزارها و صدها نفر دیگه کمک کنه. امر رقم که بازم میگم در کتاب گفتیم هر مهارتی که دارین و از او استفاده میکنین، حداقل به دو نفر کمک میکنه، یکی به خود شما و یکی به کسی که از شما میآموزه. این همیشه به نوع کار ما باشه که بیایم به نوع اگر میخوایم تغییری بکنیم یا کار را داریم یا ذهنیت را داریم و استعداد نویسندگیش را داریم، او را بنویسیم و نگذاریم که مهارت ما ضایع شود. یک مورد دیگه که یک از دانشمندا میگه بدتر از نداشتن یک مهارتی است که شما یک مهارت داشته باشین از او استفاده نکنید. بله.
و گفتین پیام، ما پیام خاصی ندارم، فقط میگم که دوستا فصل تغییر است، سال نو است، قرن نو است و شما میتونین اگه بخواین، اگه نخواین یک کسی که نخواه به نوع شما که صد برش بگوین یک بهانه را میاره. بهانه همیشه در شرایط نزد انسان موجود است. انسان های موفق کسایی هستند که فراتر از بهانه ها و اینا فکر میکنن و فراتر از شرایط اینا فکر میکنن. دیگه میتونین تغییر بکنین، حالا لازم نیست که به نوع این کتاب شما بخونین، حتمی نیست. اگه فکر میکنین که این کتاب شاید کمکتون کنه، یالا بخرینش. اگر فکر میکنین یک کتاب دیگه کمکتون میکنه، یا فکر میکنین یک فرد دیگه کمکتون میکنه، یک مشاور خوب کمکتون میکنه، از هر وسیله‌ای که فکر میکنین از استفاده کنین. چون اگر به تغییر باور نداشته باشین و به شروع مجدد باور نداشته باشین، مطمئن باشین میمونین در بادی که طوفان نبود و میمونین در نیمی بازی که هیچگاه پایان بازی نبود. بله، بسیار تشکر عمر جان، و در هر حرفت یک مفهوم، یک درس و یک تجربه زندگی بود. بسیار تشکر از اینکه تشریف آوردی و انشالله که در برنامه های بعدی حتما حضور خودت هم داشته باشیم، چون هر عنوان کتابت یک موضوع است، یک درس است که در موردش بر ما معلومات خود دادی و خودت هم افتخار جامعه ماستی. امیدوارم که جوانان مثل خودت در جامعه ما بیشتر باشه و مطمئن هستم اگر از این کتاب هر جوان استفاده بکنه، اگر یک جوان استفاده کنه، او تغییر کرد، یک خانواده را تغییر داده میتونه، که هزاران و به صد هزار نفر میتونن تغییر بکنن. خوب است که ما هم از امی سال استفاده بکنیم، تصمیم بگیریم و تغییرات مثبت در زندگی خود ایجاد بکنیم. بسیار تشکر از هم که تشریف آوردید. بسیره جان، کتابی که با شماست یک هدیه به شما، و این کتاب هدیه باشه به رستم جان و دو گردانده خوب. متاسفانه به همکارای تخنیکی تا نوازشان پوزش میخوایم، نتونستم این دور بیارم، ولی انشالله در نوبت های بعدی حتما برم. همیاله در گوش ما میگفتن که یا کتاب خودت یا کتاب رستم جان ما میگیرم، ولی خوب است که عمر جان گفتن در برنامه های بعدی برشان خود آوردن، چون کتاب بسیار با ارزش است و ما نمیخوایم به هیچ کسی بتم نمیفهم که رستم جان میخواه، یعنی رستم جان میگه که ما هم به هیچ عنوان نمیخوایم که کتاب از دست بتم. حتما مطالعه خود کردم و مطمئن هستم که تأثیر مثبت بالای زندگی ما خود گذاشت. بسیار تشکر، بخیر باشید، سلامت باشید.